پنج سال پیش ما همینجی با همدیگر سنگر داشتی و جنگ بود. امروز با یک گلیم ششتم از برکت آقای اخلاصی و آقای سروری و باقی برادران با تو الله پاک جل جلاله دی نور هم و دو غرونه توفیق ورکړي چې بیا هم د اتفاق و د اتحاد و د وحدت ناسې ترسره کړي او دغه د آینده دپاره هم ښه په اخلاص باندې او ښه په داسې ترتیب باندې چې دغه مشکلات د آینده دپاره ورک شي. حاجي صاحب محترم والله مې ملایق نیز مو شما را کم کم کافر موگه می چرا و گفت از مو قدر قدر موگه که شما کافر و آنچه که می تواند سبب شکوفایی این کشور عزیز ما شود اتحاد ما، وحدت ما، انسجام ماست و آنچه که باعث سرفکندگی ما بودن و تا کنون هست و از این پاس انشالله ممکن امیدوارم نباشد اما پاشیدگی متفرقه همون نزاع ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنمایندگی از مردم شریف با تو تشریف آوری مهمانان عزیز را در خانه قماندان صاحب در خانه پاتو همیتان را خیر مقدم ارزم خوش آمدید. مقام همیتان گلباران بود، مخصوصا مهمانان ویژه علوی صاحب آجیر، علوی صاحب صداقت، علوی صاحب فیضانی و حیات همراهشون و مخصوصا حاجی صاحب اسد الله خان از برای خروچی موشمو و همان قسم اهالی محترم قریه بجرک برای محترم توخی مورا و موی سفیدای عزیز پاتو و همه ایتان را خیر مقدم ارزم. خب ما شما در یک کشور زندگی نفذ خدا مسلمان هستیم، همه از ما شما تمام چیزها وجه مشترک مو شما تپاریم از همه چیزان که بگذاریم کشور مشترک، از سرزمین مشترک، دین مشترک. اینمی ها ما شما رو وصل نکیم، ما شما با هم برادر هستیم، با هم برابر هستیم. در خانواده هم که اگر باشد بعضی مشکلات ها، شکرازاره ها پیش میاد، خوب است که کنار از او بقیه مسلمین باید وظیفه خود را انجام بده تا مشکلات امی از کوچیک کوچیک گرفته تا سطح بالا باید حل شود و رفع شود. ما وقت که بسیار خوشحال هستیم امروز که یک کوچکترین شکرازاری که در بین اهالی محترم سبوسن و برادران محترم گوجرک پیش آمده بود با همکاری علوی صاحب مهاجر و صداقت، علوی صاحب اجمل و اسد الله، این امیر مو گفتید باید امی مشکلات از مو شما حل شود تا مو شما کارهای بزرگ را بخیر انجام بدید. خب بنام خداوند جل جلاله، اولا طریقه مسنونه یا سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بعدا برادرای عزیز ذوالقدرم که در این مجلس حضور دارد و عزیز در چکی هر جا هستم مرا میبیند، ما امروز حمد و ثنا میخوانیم که در همین چتر مجلس حضور داریم. پنج سال پیش ما همینجی با همدیگر سنگر داشتی و جنگ بود. امروز با یک گلیم ششتم از برکت آقای اخلاصی و آقای سروری و باقی برادران با تو که اینمی کار را از پول دوستی شروع کردم، برادری از ما امی قدر شیرین شده الحمدلله که در طول 50 سال که عمر از ما شده تانوزه ما امی رقم شیرینی را تانوزه وش نکدم و الحمدلله که علی پزا هم ملای صاحبا که گفت امی آیه قرآن گفت ما خود ملا نیستیم و حدیث نبوی گفت و بعدم ما امی تر مگیم که ملایو که مگیه در امی تر جمعواری بسیار گپای خوب خدا کنه که پس پشته برای ما هم امی رقم هدایت داشته باشه و بر مردمی اهل تشیع که هر جای باشه امی رقم هدایت نیک داشته باشه. ما یک امی مزاق دیاد محمد علی که ما دمی خانه آخون صاحب
که دمی آقیل بود سوری زو یک ساده آدم بود او که در نماز استاد شد ما گفتم عجی صاحب محترم والله می ملایم از ما شما را کم کم کافیر مو یعنی چرا او گفت از ما قدر قدر مو یعنی شما کافیر حالی که پس پشته همی تر ادایت نشوه که او گو چی رقم یا نجیسه یا فلانه این حکومت مجلس ها قدر قدر ما را نشنیخته نجیس گفته و از ما مرقم مردم هسته که خیلی بد بد طوره میگه و طوره منپیه راجع به همی طوره که این مجلس جور شده آقای سروری گفت که همی گلیم پاتو است و یک اعتراض ما همینج داریم به این طوره که مردم پاتو قنجقه مردم ما 100 سال دوستی داره یک و یک جزی مشکل یک جزی مشکل که آقای قماندان صاحب ناراش شده در سر خاشه ما بیننده های عزیز القدر هم که اینمی گاپا گفته میشه و چرا همی منشای مشکل معلوم نیسته که به چی خاطر شده الحمدلله سم الحمدلله در بین از ما هیچ نوع مشکل نبوده در سر خاشه کو یک اندک شکر آزاری بوده ماندن صاحب ناراض بود مواندی همینجی تشریف آورده و یا خیلی تشکر گفته و بعدا از این قلبم ما همی جوانای خود را بچای خود را مگیم که نگم جواری اینمی رقم انجام شی که پول دوستی را میبینید اینمی رقم نگم جواری کارشی جوره و بعد هم جواری پنج سال پیش موش کده آلی الحمدلله سم الحمدلله هر جا که هستید مارازی در شب میبینید مجاهدین اینمینجی الحمدلله حضور داره که 3 سال در افغانستان خون یسته شده و الحمدلله مو شکر گذارینی آقیلی از مو هم جواری از مو و حدی شیرین شده که مو چیم درای زیاستی خدایا یا چی غیت همایا یک مجلس را بازم جور کنیم خداوند متعال ما را توفیق بده که اینمی مجلس ها را دوامدار بسازی و خداوند متعال ما را همی قدر قدرت بده که یک روز ما بایی در جاغوری هم یک بند بسته شوه بچه از ما باشه از عمرای خودم که اینمی جی حضورم داره خواهشمندم که درباره مکتب قنجقه از ما کمک شوه از اینجا که توره تا آخر رم همی توره میرسه جهان میبینه که مکتب باشه علی روشن فکر مردم محمد حتی محمد خان از امریکا سریا سجادی از اتریش همی تر 85 نفر برادرای عزیز القدر هم که در زبانی از ما دادانی از ما تابیر ازی نموشه یعنی من جامده در پول دوستی کمک شده شما میبینید هر وقت متشکر از این برادرهای عزیز القدرم خدا کنه که این هم ساگلوی ما و برادرهای جاغوری همیش همیتر سلمت سالیم بمنه و تشکر میکنم از این باید که ما ملا نیستم که آیه قرآن بخونم ترجمه کنم ملای صاحب و کاری صاحب اسدالله خان و شیخ صاحب امی گپای علی معنی خود را گفت به حضور شما از این بعدم خدا مهربانه قد قماندان صاحب کم شکر آزار بود 3 روز بعد 4 روز بعد با امید خدا میبینی که ما هم یک مجلس جور کنی اگر تنیستی که خالقداد کاکا و دلقیم کاکا اینم اینجا هست تانوز که خود خورا تکان نداده دیگه خبر نداره که چیزه زید رقم موشک یا از روخش موشک نمیشه السلام علیکم و رحمت الله و برکات آفرین بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة على اهلها مصافدان عزیز و معظم پاتو جناب محترم قریدار صاحب جناب آقای نبی‌زاده
جمعی از مصفیدان سرور بزرگوار ما جناب آقای اخلاصی از محضر مبارک همه ایتان اجازه می طلبم که از تشریف فرمایی جناب قاری صاحب اسدالله و مولوی صاحب صداقت، مولوی صاحب فیضانی و جمعی از دوستا و برادرای از قریه محترم گجورک و مهمانان عزیزی که در اینجا تشریف آوردن از جانب شما مولوی صاحب مهاجر خدمت همه ایتان خیر مقدم کنم و تشریف آوری بزرگوار و سروران عزیز را در این محفل و در این مجلس بسیار صمیمانه سپاسگزاری و تقدیر میکنم. سروران معظم، امروز خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها ما در کنار همدیگر جمع هم میخواییم که محبت خود را، دوستی خود را، مودت اسلامی و اخوت اسلامی که در قرآن شریف روی زو تأکید شده است با همدیگر تجدید کنیم، با همدیگر نو کنیم و عهد اخوت مجدد را بین خود خود مستحکم کنیم. و این مجلس مجلسی هست قطعا مورد رضایت خداوند جل علا و رسول گرامیشان هست و از این مجلس امروزه خداوند و روح سرور گرامی من سید الانبیا و خاتم المرسلین شاد هست. چرا؟ بخاطر از که در این مجلس بنیان یک اخوت، بنیان یک مودت، بنیان یک دوستی گذاشته می شود و ما در قرآن کریم و در دین اسلام در احادیث شریف نبوی آنقدر تأکیدی که روی محبت و اخوت در دین اسلام شده است روی هیچ چیزی دیگر تأکید نشده است. ما وحدت را در دین اسلام و در قرآن به صورت امر آوردن گفت و اعتصموا بحبل الله و بعد نهی را به صورت نهی که دلیل بر حرمت هست آوردن گفت ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم و در عین حال گفت که ولا تفرقوا، یعنی این که انسجام، وحدت و اخوت از جمله دستورات مؤکد دین مبین اسلام هست. تفرقه و نزاع از جمله منهیات هستند که حرام هستند و در مولوی صاحب و جمعی از دوستان مولوی صاحب اینجا نشستند در دین مبارک اسلام آمده است راست تفرقه افغان حرام است و دروغ مصلحت آمیز، دروغ که سبب ایجاد وحدت شوند واجب می شود. بنابراین با توجه به شرایط زمانی جهان اسلام و شرایط سیاسی که ما زندگی میکنیم، اوضاع جهان اسلام، ضعفی که امروزه بر جهان اسلام حاکم هست، دلیل اصلیشان امی تفرقه و نزاع یعنی که در بین مسلمان ها متاسفانه وجود داره. تفرقه بین مسلمان ها، عدم انسجام و عدم هماهنگی که در بین مسلمان ها وجود دارن متاسفانه سبب شده است که ما در شرایط بسیار نابسامان قرار بگیریم. قبلا برادر رشید من جناب عبدالقیوم از فلسطین حرف میزد و این دلیلش کجاست؟ چرا به این وضعیت ما میرسیم که یک کشور چند میلیونی میتونن بر جهان چند میلیاردی حکومت کنن؟ دین مبین اسلام با وجود مبارک نبی مکرم اسلام آمد، نعمت وحدت و اخوت را در بین مسلمان ها ارزانی داشت و مسلمان ها با وحدت و انسجام و اخوت و برادری خود توانست یک تمدن بزرگ 1400 ساله را ایجاد کند و این تمدن تمدنی هستند که امروزه خارچشم همه دشمنان اسلام شده است. بنابراین بزرگترین آسیبی که متاسفانه جهان اسلام و کشور ما از او آسیب دیدن اینمی تفرقه است. افغانستان اگر در اینمی وضعیت قرار گرفته، اگر افغانستان به این زمین وضعیت نابسامانی قرار دارن، افغانستان اگر آواره هستن، مردم افغانستان اگر مهاجر هستن، مردم افغانستان اگر تباه هستن، اگر گرسنه هستن، اگر بینانن، اگر بیکفشن و بیلبازن، دلیل عمدهش تفرقه‌ای که در میان مسلمان هست و در میان برادران افغانستان.
و این زمین فرصت دشمنان میهن، دشمنان دین و دشمنان اسلام هم استفاده کردن متاسفانه. بیگانه ها نمیخواهند ما و تو برادر باشیم. بیگانه ها نمیخوان بین ما و شما اخوت وجود داشته باشن. ما با اخوت خود خو، با وحدت خود خو، با انسجام و محبت که در بین ما بود، بزرگترین قدرت دیگر روسیه بود شکست داد. میترسن از وحدت ما، میترسن از قدرت ما، میترسن از اخوتی که در میان ما باشد. لذا بیگانگان در صدد این هست که در میان ما ایجاد نزاع کنند، ایجاد تفرقه کنند. بنابراین اینجا وظیفه تک تک مسلمان هاست، دوستان عزیز، برادران عزیز، وظیفه تک تک ماست، روشن فکر ما، تحصیل کرده ما، علمای اعلام، مردم عزیز، شهروندان افغانستان، مسئولین حکومتی و عمرای حکومت موظف هستند باید خردمندانه و هوشیارانه و هوشمندانه عمل کنند تا دشمن دیگر نتوانند از رسان از روزنه های مختلف بین ما شکاف ایجاد کنند. و حکومت و مسئولین حکومتی موظف هستند با پلان ریزی و برنامه ریزی هوشمندانه و عملکرد اجرایی هوشمندانه و خردمندانه بتوانند پایه های این وحدت را، پایه های این قوت را، پایه های این محبت را استحکام بیشتر باشند. خدای نخواسته باز هم دوباره با یک عملکرد ناوخردانه یا یک برنامه های ناپسند باز هم دشمن از این روزنه استفاده کنند، نزاع دیگر، اختلاف دیگر را بین ما ایجاد کنند. لذا تأکید میکنم وظیفه تمام مردم، وظیفه علمای اعلام، تحصیل کرده های عزیز، روشن فکران محترم، مسئولان و عمرای حکومت، وظیفهشان این است که در قسمت ایجاد وحدت و تقویت پایه های درخت اخوت و انسجام وحدت باید تأکید و تلاش کنند تا ما از پاشیدگی و تفرقه نجات پیدا کنیم. و تعاون و همکاری از اتحاد به دست می آیند. تا زمانی که ما متحد نباشیم با همدیگر همکار شده نمی تونیم، با همدیگر تعاون کرده نمی توانیم، با همدیگر دست برادری دراز کرده نمی توانیم. وقتی ما می توانیم بر سوی همدیگر دست اخوت و برادری دراز کنیم، تو دست مرا بگیر و ما دست تو را بگیریم و تو هم هر دیم پیشرفت کنی، هر دیم ترقی کنی، زمانی که ما با همدیگر متحد باشیم، سر همدیگر اعتماد کنیم، سر همدیگر باور داشته باشیم و تو مرا به عنوان یک برادر و ما تو را به عنوان یک برادر بپذیریم و در آغوش بگیریم، اون وقتن که ما میتوانیم با همدیگر تعاون کنیم، همکاری کنیم و امی تعاون و همکاری سبب سازندگی، پیشرفت، ترقی در کشور ما میشه. خدای ما واحد، کتاب ما واحد، پیامبر ما واحد، دلیل دیگر برای اختلاف نداریم. بگذارین رنگ ها متفاوت، بگذارین زبان ها متفاوت باشند، ولی این تفاوت رنگ و زبان و قوم و لسان و نمهم سمت و جهت لیتعارفوست، نه لیتفاخرو. گفت و جعلناکم قبائل و شعوبن لتعارفو. ما باید با شناسی شویم از همدیگر، ولی این سبب تفاخر نیست تا سبب تفرقه شوند. معیار اصولی انسانیت ما هم در این نیست. هیچ کس نیامدن رنگش را سبب انسانیت به خاطر رنگش انسان بوده باشد یا به خاطر قومش انسان بوده باشد. ما به خاطر انسانیت من انسانیم و به خاطر کتاب من و به خاطر خدای من و رسول ما مسلمان. الحمدلله رب العالمین. بنابراین دوستان عزیز، مجددا عرض میکنم آنچ که میتواند کشور ما را بسازد، آنچ که میتواند دشمنای ما را از ما ناامید بسازد و آنچ که میتواند سبب شکوفایی این کشور عزیز ما شود، اتحاد ما، وحدت ما، انسجام ماست و آنچ که باعث سرفکندگی ما بودن و تا کنون هست و از این پاس انشالله ممکن امیدوارم نباشد، اما پاشیدگی متفرقه همون نزاع ماست. خدا را میخوانیم به حق نبی مکرمشان که اینمی وحدت و همدلی که فعلا ایجاد شده است امیر از ما نگیرد و هرچی بیشتر
افزونترشان بسازد انشالله. و مجددا از همه عزیزان تشریف آوری همه بزرگان خیر مقدم و سپاسگزاری میکنم. خوش آمدید که خوش آمد مرا سیا آمدند. السلام علیکم و رحمت الله. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. با هم یک شوید، برادر شوید. امیر رای دوستی است، امیر رای نجات است. برای تمام مردم رای نجات امیست که سر و مال و اسلام در خطر نباشد. اگر زمانی که ما و شما اسلام در خطر باشد، امنیت ما و شما هم در خطر باشد. ببینید چیل دولت ما خودیم. امی برادر موتورسیکلش گم بود، ما در جاغوری رفتیم، در جاغوری کنفرانس داشتیم. تمام نمایندگای جاغوری جمع بود، قماندان بود، ولسوال بود. یک موتور پیدا نتنیست بود، جولیش پیدا کردیم، موتور پیدا نکردیم. صداها برامیتر شده بود. بعض مرکرم و ولسوال کرد، بین ما و قماندانم و مرکر کرد. ما گفتم تو یک عهد داری با ما که کدام چیزی گمش نده تو از خاک میتلبی یا از خاک ما رو بیدی یا می قرارداد رو میده. نه قرارداد رو میده کرد، نه اما موتور داد. عزیزم گفت ما 400 پرسنل داریم. ما گفتم 20 تا تاری با میجده می ورسوالی بود، ولی کنده می تمام علاقه یه چیزی نبود. گفت زمانی که تاری بود، تاری میزد، تاری میکشت، تاری دست رو میبورید. در وقتی بریدن نجات اسلام است. چرا که یک کسی را دستش بریده شد دوزی نمی کنه. کدام کسی که زیر خاک شد اما دیگه در خانه مردم نموره. هر چی که نجات است اسلام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم. برادرای عزیز، پیشتر از هر چیز تحفه نبوی که عبارت است از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به حضور شما تقدیم میکنیم. ما گپ بخشش باشه در پشتو میزنیم بو خاطر که پرسی ما خوب نیست، شاید اما ترک پا زده نشوه که باید یک چیز از او جور نشوه. بخشش باشه. گران و محترمین و رونو، الله جل جلاله به دغه آیت کریمه که سما تاسو تلاوت کو، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویه یا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د دغو دواړو آیاتونو تقریبا دغه مفهوم یې ترجمه کړه ځان ځان ته ده، د هر یو ځان ځان ته ده. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویه، مؤمنان سره ورونه دي، تاسې اصلاح کوئ په مابین د ورونو خپلو کې. خو دغه د ورورګلوي ثابتېدل یا ورورګلوي راتګ په هغه عنوان کې کیږي چې موږ و تاسې په هغو شانو باندې چې هغه مؤمن بیهي د موږ و تاسې دي په هغه باندې ایمان راوړو او واقعي مؤمنان موږ و تاسې جوړ شو. بیا موږ و تاسې مستاق د دغه آیات کریمه ګرځو. الحمدلله په سراسر د افغانستان کې که هغه اهل تشیع ورونه دي، که اهل تسنن دي، که هر څوک دلته اوسیږي، غیر له هغو چا څخه چې هغه موږ تاسې زومیان ورته وایو چې هغه سیکان او هندوان دي، هغه د اسلام له کلوی څخه وتلي خلق دي، نور که اهل تشیع دي، که اهل تسنن دي، الحمدلله په مجموع کې دا مسلمانان دي. په الله پاک جل جلاله باندې ټول ایمان لري، مؤمن به یې یو ده. د خدای جل جلاله په کتاب باندې ایمان لري، مؤمن به یې یو ده. د الله جل جلاله په پیغمبر باندې ایمان لري. یعنی هغه مؤمن به یې شان چې موږ تاسې عمده شان دي او کلیات په ټولو کې موږ تاسې سره یو یو. د اهل تشیع ورونو او د اهل تسنن ورونو په دغو کلیاتو کې هیڅ فرق نشته، ټول په یوه عقیده دي، په یوه ایمان دي، په یوه باور دي. خو داسې کله کله په مابین د ورونو کې هم په جزئیاتو کې فرق راځي، خو هغو ته اعتبار نشته. نو الحمدلله موږ تاسې د دغه مؤمن بیهي باندې چې موږ تاسې ایمان لرو چې هغه 15 کلیات دي، نو له دغه نګاه څخه چې موږ تاسې د ورورګلوي ثابته سوله چې موږ تاسې سره ورونه یو، د موږ تاسې په مابین کې تفاوت، جلاوالی، تفرقه دا نشته. او موږ تاسې د هغې بې اتفاقي او د هغې بدرازي، د هغه منفي تبلیغاتو موږ تاسې هغه ثمره په دغه شل کاله کې ولیدله.
موږ تاسې له هغې څخه باید درس واخو، موږ تاسې باید له هغې څخه یو داسې تجربه حاصله کړو چې د آینده دپاره هغه تکرار نه شي. په دې شل کاله کې د موږ تاسې دغه ورورګلوي چې الله پاک جل جلاله موږ تاسې ته په ورونو باندې ویلي دي، هغه ورورګلوي دښمنانو د اسلام، هغه دښمنان د اسلام چې هغه 1415 کاله د موږ تاسې له پیغمبر صلی الله علیه و صحبه وسلم سره دښمني لري، له هغه سره دښمني اعلان کړې او د الله پاک جل جلاله هم دښمنان د الله پاک جل جلاله سره هم دښمني لري. د موږ تاسې په مابین کې داسې تفرقه راوستلې چې دغه ورونه یې سره جلا کړلو، دا ورونه یې یو بل په مرچک سره کېنول، دا ورونه یې یو بل داسې سره جوړ کړو چې یو بل یې سره ویستل. دا نتیجه د چا وله؟ دا نتیجه د موږ تاسې نه ناستې وله، دا نتیجه د موږ تاسې نه تفاهم وله، دا نتیجه د موږ تاسې نه هماهنګي وله، دا نتیجه د افغانانو د یو له بل سره د لاس ورکولو د نه لاس ورکولو وله چې دغه مشکلات د موږ تاسې په مابین کې راغلو. خو دغه یو غټ درس د موږ تاسې دپاره تیر شو، دا د جهان په سطح د افغانستان په سطحه باندې یو خبره وله. خو دا موږ تاسې بیا د کلیو په مابین کې هم دا مشکلات ولیدل، د ولسوالیو په مابین کې هم دا مشکلات موږ تاسې ولیدل چې د خلکو کورونه چوریدل، د خلکو ورونه وزمن ویستل کېدل، له کورو څخه ایستل کېدل، مشکلات ورته جوړېدل، په جزئي جزئي شیانو باندې به یې داسې مشکلات سره جوړول چې هغه باید له یو دی چا سره داسې مشکل جوړ شوی وای چې هغه د موږ تاسې اساسي دښمن وای، داسې مشکل موږ تاسې ورسره جوړ کړی وای. خو هغه د منفي تبلیغاتو په اثر باندې موږ تاسې د ورونه په مابین کې دا مشکلات راتلل. دا مشکلات موږ تاسې په شل کال کې ولیدلو. نو د الله پاک جل جلاله آیات کریمه ده، خدای ویني متعال جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا د موږ تاسې لپاره یو غټ درس ده، یو غټه خبره ده چې موږ تاسې په دغه باندې باید مستحکم واوسیږو. او د الله پاک جل جلاله دغه فرموده و ټولو مؤمنانو ته ده، هغه که هر څوک دي چې یو وارې مکلف په اسلام باندې سي او هغه بالغ سي، د الله پاک جل جلاله د احکامو تر مکلفیت لاندې راسي، دغه خطاب د الله پاک جل جلاله ورته متوجه ده چې واعتصموا بحبل الله جميعا. تاسې چنګل زدن وکوي یاست په رسۍ د خدای جل جلاله باندې، هغه رسۍ محکمه د خدای جل جلاله دیني اسلام ده چې هغه عبارت له چا څخه؟ له قرآن عظیم شان څخه ده. قرآن الحمدلله د موږ تاسې یو ده. په قرآن کې حق، باطل، روا، ناروا، ښه و بد ټول الله پاک جل جلاله موږ تاسې ته ښوولي دي: ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دغه کتاب د الله جل جلاله چې ده یو داسې کتاب ده چې هیڅ شک و شبهه په دې کې نشته. یو ساینس پول لیکلی دی وای کله چې ما اسلام راول کافر ده، هغه لیکلی دی وای ما چې اسلام راول په ما باندې څه بعث و چې ما اسلام راول. دا راهب د چا ده؟ د کفارو ده، یعنې یو عالم د کفارو ده. هغه لیکل دی وای کله چې ما ټول کتابونه مې مطالعه کول، د کتاب په پای کې به یې عذر غوښتی، دغه مصنف په عذر غوښتی چې کله ما څخه څه خطا سوي وي، څه سهوه سوي وي او څه ماندګي و سهوه پکې وي، په هغه باندې ما تاسې عفو بخشش وکوي. وایي کله چې قرآن عظیم شان ما مطالعه کړو، په سر د قرآن عظیم شان کې دا راته لیکل شوي وو: ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. په اول کې دا ثابته شوې وله چې دا داسې کتاب دی چې هېڅ شک شبهه په دې کې نشته. نو عبارت له واعتصموا بحبل الله څخه دغه کتاب د الله پاک جل جلاله ده. که موږ تاسې مستحکم په کتاب د الله پاک جل جلاله باندې واوسیږو، او هغه منفي تبلیغات د کفارو د دښمنانو د موږ تاسې هغه له ذهنو له غوږو څخه وباسو، او د آینده نسل دپاره داسې خدمت وکوو چې هغه په دې باندې متفق کړو، دغه خبره له مابینه وباسو چې دا اهل تسنن، دا اهل تشیع ده، او یو د مسلمان په نامه باندې یو بل ته خطاب وکوو، او د یو مؤمن په نامه باندې یو بل ته خطاب وکوو. دغه پښتون او د ازاره یا د اهل تشیع، د اهل تسنن، دا خبره د باندې پرېږدو او له دغې څخه خلاص واخلو. زه ورته یو بل ته د مؤمن او د مسلمان په نامه باندې خطاب وکوو، بیا به دغه بدبینۍ، دغه بې اتفاقۍ، دغه مشکلات چې په دا شل کال کې تیر شو، دا به د موږ تاسې له منځه تللي وي، او الله پاک جل جلاله دې بیا دپاره په مشکلاتو کې نه اخته کوي. دغه خدمت په موږ تاسې باندې کېږي. یعنې د موږ تاسې اوس تقریبا عمرونه و اویا و اتیا و شپېتو و څلوېښتو پنځوسو کلو ته رسېدلي دي. په حسب د عمر باندې، په حسب د زور باندې، موږ تاسې تقریبا و دې ته نږدې یو، نور به تیږي له دې دنیا څخه ځو. دغه پسمانده خلک چې د موږ تاسې دي، چې هغه کوشنیان دي، ځوانان دي، او هغه دا نسل به روزي، دې نسل ګلان دي، او د دې نسل نوي نالان دي،
دغه دنیا ته به رشد ورکوي، افغانستان ته به رشد ورکوي. دغه ته باید داسې ذهنیت ورجوړ کړي چې هغه د اتفاق ذهنیت وي، د وحدت ذهنیت وي، د ورورګلوي ذهنیت وي، د اخوت ذهنیت وي. دغه د کفارو تبلیغات له ذهنو زخمو تاسې باید وباسو. د تاسې په مجلس باندې زه نن ډېر خوشحاله شوم، یعنې له ډېره لرې څخه موږ راغلو چې دلته مو شرکت کې وکاوه. په دې خاطر مو شرکت کې وکاوه چې دغه د تاسې په مابین کې چې کوم جزئي جزئي مشکلات ولو، الحمدلله په سبب د دغو ناستو به دغه مشکلات حل شي. د آینده لپاره به د نوي نسل فکر په دې باندې جوړ شي، لکه مخکې چې تر شلو کلو د موږ تاسې خلکو به یو له بله پاتحیت سره وتلل، یو له بله به دوستیو ته سره وتلل، یو له بله به ودو ته سره وتلل، یو له بله به پاتحو ته سره وتلل. دغه مشترکه زندګي یې درلوده، لکه د دوو ورونو په برابر باندې داسې مشترکه زندګي یې درلوده. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله شو. الله پاک مهربانه ده، موږ به په دې ثواب کې شریک شو. موږ ته به الله پاک جر جره دا ثواب راکړي، دا مجلس باندې به الله پاک یو رحم وکوي چې هغه مجلس لپاره د اتفاق ته، لپاره د اتحاد ته، لپاره د وحدت ته، لپاره د لرې کولو د بدمنیو او دښمنیو د مشکلاتو ده. یعنې تاسې ګورې یاست د بې اتفاقۍ یو بده ثمره مو تاسې وګورو. په شل کاله کې چې د افغانانو په مابین کې بې اتفاقي وه، هماهنګي نه وله، دښمن دغنه کار وکاو. شل کاله یې پر موږ تاسې باندې هغه خپله غلطه پوچه او کوپري مفکوره عملي کوله. د موږ تاسې تر کورو په لرې پرتو سیمو کې خپل کوپري رواجونه راورسول. یعنې موږ تاسې په خپل کور کې اسلام 100% نه ده عملي کړی، خو کوپارو دغنه خدمت وکاوه چې هغه کوپري مفکوره، هغه کوپري رواجونه، هغه کوپري رسمونه، هغه کوپري جامې، هغه غربي جامې د موږ تاسې اطرافي سیمو کورو ته ورسولې، بازارونه نه پرېږدي. دا د دوی د باطل دین دپاره دغنه کوشش کوي، د باطل دین دپاره دوی دغنه سعی کوي، دغنه مصارف کوي. خو د موږ تاسې حق دین ده، حق دین ده چې الله پاک جل جلاله پیروان دي دغه دین و چاته بیایي و جنت ته بیایي. الله پاک جل جلاله جنت ورکوي له دغه دین څخه. دین اسلام څخه ما سوا ټول ادیان باطل دینونه دي. یعنې دا نه په دنیا کې یې په دغه مصارف الله پاک یې سوا مرتب کوي، نه په آخرت کې الله پاک هغو ته یې ثواب ورکوي. لکه دا بعضې خلک چې موسسات راځي دلته کومکونه کوي، دا داسې یو داسې کومکونه کوي چې موسساتو په نامه چې کفار کوي. هغه دی کومکونه دي چې له شا یې استخباراتي کړی و، استخباراتي شیان دي. د موږ تاسو مابین کې بې اتفاقي اچوي، د موږ تاسو مابین کې بدبنۍ راولي، د موږ تاسو مابین کې مشکلات جوړوي. خو الحمدلله په دې باندې زه ویاړم، په دې باندې زه خوشحاله یم چې د موږ تاسو هغه ورونه چې افغانان دي، څه د اهل تشیع ورونه دي، څه اهل تسنن دي، چې په خارج کې زندګي کوي، په خارج کې په مسافرت باندې وخت تېروي، هلته زحمت کشوي، تکلیف کوي، مزدوري کوي، خواري کوي، بیا پیسې راجمع کوي، الحمدلله دلته یې راوړي. په هغو باندې د دې مصرف فرق نشته چې په خیریه کارو کې، په عمل منفعه کارو کې مصرف شي. څه د اهل تشیع ورونه په ساحه کې پلان سازي کېږي، یا سرمایه ګزاري کېږي، یا باسازي کېږي، څه د اهل تسنن ورونه په منطقو کې، په هغو باندې الحمدلله دا فرق نشته. دغه برکت دي، دغه چې له هغو سره دغه د اتحاد او د اتفاق نظر شته. دا وجه دا ده چې هغه مسافر دي، جلاوطنه دي، دا د کفارو تخریبونه او دا د کفارو بدوالی ورته معلوم شوی ده. په دغه خپلو افغانانو ورونو باندې په مجموع کې که هر څوک په افغانستان کې اوسېږي، زړه یې ورباندې سوځي، زړه یې ورباندې خوږیږي، خوا یې ورباندې بدیږي. نو هغه خپلې د خولو روپۍ، یا خپلې د زحمت روپۍ، یا خپلې تکلیف روپۍ رااخلي، دلته یې مصرفوي، او په دې باندې خوشحاله یو. موږ هم له دې څخه ډېر خوشحاله یو. الله جل جلاله دې بیا دپاره نور توفیق هم ورکړي چې داسې جامع فکر ولري، داسې سرمایه ګزاري وکوي چې هغه جامع وي، یعنې و ټولو خلکو ته نفع ورسیږي. یوازې یو کور، یو فامیل، یو کلي، یو منطقې، یو ولسوالۍ ته نفع نه وي، بلکې نفع یې عامه وي. نو دغه د بې اتفاقۍ نتیجه وه چې په شل کاله کې هر څه چې راتلو د موږ تاسو له لاسه ورڅخه واتو، موږ تاسو په دښمنۍ سره واړول. د موږ تاسو دپاره دا یو غټه تجربه ده، باید له دې څخه موږ تاسو یو درس واخلو. د آینده دپاره خپل فکرونه، ذهنونه، هر څه داسې جوړ کړو لکه د دوو ورونو په مابین کې. دوه ورونه چې په یو کور کې زندګي کوي، د یوه په بل باندې بده نه لورېږي، د یوه د بل نیستي خوند نه ورکوي، یو چې په مشکلاتو کې اخته وي، ابل مشکل ورسره ګالوي، همداسې زندګي د الله پاک موږ ته په نصیب کې. او مسلمانان ټول داسې شکل لري لکه یو وجود، یا وجود فرضاً فلاس باندې د درد ټول وجود ورسره نارامه ده.
که دی په پخه باندې درد و ټول وجود نارامه ده، که دی په سترګه درد و ټول وجود نارامه ده، یعنی د صورت په هره څنډه چې درد پیدا شي ټول وجود سره نارامه کیږي. نن ولې موږ تاسو د فلسطین په مسلمانانو باندې زاړو؟ نن ولې موږ تاسو په نورو اسلامي کشورو کې چې هلته جنګونه دي مشکلات ولې ورباندې زاړو؟ نم لیدلې نم کتلې نه په هېڅ هم نه یو خبر، خو تنها د اسلام په نامه باندې له دې څخه داسې ثابتېږي چې یقیني مسلمانان یو وجود دي. نو په یوه وجود کې که په هره څنډه کې درد پیدا شي ټول سره دردمن او غمجن وي. نو دا که خدای نه کرده دلته د پاتو و طرف ته د سنګماشۍ د ولسوالۍ په اطرافو کې مشکلات وي، هغه ورونه اهل تسنو ورونه چې هغه په بغل کې ورسره اوسېږي، هغه یې په دده په در باندې نارامه وي. که کله هلته درد وي، تکلیف وي، مشکل پیدا کېږي، دغه ورسره نارامه وي. داسې یو همرازي و هماهنګي و داسې وحدت چې پیدا شي، انشاءالله دا شل کلن مشکلات چې هر څه تېر شوي دي، دا به د موږ تاسې د دغه کسر طبقې له ذهنه څخه ووځي. د موږ تاسو خو الحمدلله عقیده پخه ده، نو دغه منفي تبلیغات چې ډېر تکرر نیسي، هغه د هغه چا په ذهن کې نیسي چې هغه عقیده پخه نه وي، عمر یې خان وي، نوي نوي شان د هغه و ذهن ته ورځي. نو موږ تاسو به په دې کې کوشش کوو چې وحدت، اتفاق، یووالی په ده بنا راولو، په دې باندې ایمان او باور ولرو چې انما المؤمنون اخوة، موږ تاسې ټول سره ورونه یو. نو د ورور په ورور باندې بده نه لورېږي، د ورور په ورور باندې یو مشکل هم نه لورېږي، او هر ورور د بل ورور د مشکل و حل کولو ته غاړه ږدي، په هر څونه مصرف شوي هغه مشکل یې حل کوي. الله پاک جل جلاله دې نور هم و دغه ورونه توفیق ورکړي چې بیا هم د اتفاق و د اتحاد و د وحدت ناس یې ترسره کړي، او دغه د آینده دپاره هم ښه په اخلاص باندې او ښه په داسې ترتیب باندې چې دغه مشکلات یې آینده دپاره ورک شي، داسې مجلسونه جوړ کړي. او الله جل جلاله دې هر چا دا مجلس جوړ کړی ده، که سروري صاحب ده، که کومندان صاحب علی پناه ده، که نور ورونه دي، او دغه راغلي مېلمانه چې دي، دوی ته دې هم الله پاک اجر ورکړي. الله پاک دې د موږ تاسې په نیت کې اخلاص پیدا کړي، کله چې اخلاص پیدا شي انشاءالله مشکلات حل کېږي. اگر از بامیان و قندهاری مگی پبیداری و یا از کابل و بلخ و تخاری مگی پبیداری و یا از کابل و بلخ و تخاری مگی پبیداری اگر از بامیان و قندهاری مگی پبیداری اگر از لوگر و غزنی و گورات و یا هلمند و هرات گریشت و پکتیا و ننگراریم ممدی پک بیراریم اگر از بامیان و قندهاریم ممدی پک بیراریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم ممدی پک بیراریم اگر از وردک و نیم روز و روزگان قلات و هم کنران اگر از وردک و نیم روز و روزگان قلات و هم کنران اگر از کافیسا و چاری کاریم همگی پک بیراریم اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پک بیراریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم ممگی پک بیراریم
اگر از کندوز و بغلان و لغمان فراه و پکتیکاییم، اگر از کندوز و بغلان و لغمان فراه و پکتیکاییم، همیشه در پناهی کردگاریم، همگی پد بیراریم، همیشه در پناهی کردگاریم، همگی پد بیراریم، اگر از بامیان و قندهاریم، همگی پد بیراریم، و یا از کابل و بلخ و تخاریم، همگی